داستان‌های جنایی. با نام او که به ما عشق و امید و آرزو بخشید. قصه ای که امروز تقدیم حضورتون میکنیم از کشور روسیه است، از نویسنده شهیری که نام آشناست برای مردم ایران، آنتوان چخوف، در عنوان آدم‌های خطرناک. توجهتون رو جلب میکنم به قصه آدم‌های خطرناک اثر آنتوان چخوف. پیش خدمت ملبس به لباس سفید رنگ تمیزی سر میز حاضر شد و تعداد معدود غذایی رو که در مهمانخانه وجود داشت شمرد و منتظر دستور شد. مرد غریبه فکری کرد و گفت: فقط همین غذا رو دارین؟ پیشخدمت که خیلی مؤدبانه ایستاده بود گفت: بله حضرت والا، در حال حاضر فقط همین غذاها در مهمانخانه موجود است. مرد غریبه رو به پیشخدمت کرد و آهسته گفت: بسیار خوب، در این صورت برای ما دو پرس برش با کلمه تازه و یه پرس جوجه ساخ کرده بیار. زمنان نوشابه فراموش نشه. سپس مرد غریبه متفکرانه به سقف مهمانخانه نگاهی انداخت و رو به پیش خدمت کرد و گفت: عجیبه، آدم تعجب میکنه. شما خودتون آدم تمیزی هستین ولی مهمانخونه شما خیلی کثیفه. در ذهن اینجا که پر مگسه. مرد غریبه‌ای که در مهمانخانه حضور داشت برای پیشخدمت‌ها، صاحب مهمانخانه و اشخاصی که در مهمانخانه حضور داشتن ناآشنا بود. از اونجا هم هیچ کس اطلاع نداشت که اون کیه، شغلش چیه و از کجا و برای چه کاری به این شهر اومده. اون مرد جا افتاده و حتی مسنی بود که ملبس به لباس آبرومندی بود. از قیافش چنین معلوم بود که آدم بدی نیست و خیال بدی هم نداره. از سر و وضع و لباساش اینطور قضاوت می‌شد که از طبقه اشرافه. در جیب کتش ساعت طلا بود و در سینه‌اش نشون مروارید ارساخ شده بود. در روی کلاه خوش رنگش که در گوشه میز قرار داشت یک جفت دستکش اعلا که دارای دکمه‌ای قیمتی بود، اما نظیرش رو فقط در دست جناب استاندار دیده بودیم، به چشم می‌خورد. در موقع صرف نهار و مرتباً سعی می‌کرد که تربیت خودش رو به رخ دیگران بکشه. چنگل رو در دست چپش نگه می‌داشت، مرتباً با دستمال سفره لبای خودش رو پاک می‌کرد و موقعی که به داخل لیوانش مگسی میافتاد اخ میکرد و قیافش رو ترش میکرد. البته هر کسی میدونه که جایی که مگس زیاده ظرف و ظروف کثیفه و انتظار تمیزی رو نباید داشت. صرف نظر از مراجعین ساده و معمولی، حتی اشخاصی مثل رئیس ژاندارمری و رؤسای ادارات و مالکین دهات اطراف موقعی که در این مهمانخانه غذا میخوردن، هیچ وقت از اون که بشقاب یا لیوانشون به وسیله مگس آلوده شده شکایتی نداشتند. ولی اون تا وقتی که پیشخدمت در حضورش بشقاب و لیوان و کارد و چنگالا رو با آب جوش شستشو نداد، حاضر نشد که به غذا لب بزنه و مرتبم قرقر میکرد. اینطور به نظر میرسید که مایل خودنمایی کنه و بیشتر از اونچه که حقیقت داره خودش رو آدم با شخصیت و با تربیتی جلوه بده. موقعی که پیشخدمت برش رو برد، در کنار میز شخص دیگر نیز ظاهر شد که مثل اولی ناشناس و دارای کله‌ای تاس و صورتی تراشیده و عینک طلایی بود. این آقای تازه وارد ملبس به لباس ابریشمی تمیز و گران قیمتی مثل اولی بود و مثل اولی هم صاحب ساعت طلا. اون هم مثل اولی افاده داشت و تربیت خودش رو به رخ حضار می‌کشید. مرتباً به زبان فرانسه صحبت می‌کرد و با دقت و توجه مخصوصی به غذاها و مردم داخل مهمانخانه نگاه می‌کرد. مردم داخل مهمانخانه خیلی زود متوجه شدند که اون یک خارجیه. حالا اون کیه و از کجا آمده و برای چه کار مهمی قدم رنج فرموده و به این شهر ناقابل وارد شده، کسی کوچکترین اطلاعی نداشت. مرد ناشناس اول، یعنی همون شخصی که نشان مروارید به سینه داشت، به مجردی که قاشق اول برش رو به دهن گذاشت، صورتش رو در هم کشید و سرش رو تکونی داد و به طور تمسخرآمیزی گفت: حالا چطور این احمقا معجزه میکنن و میتونن به کلمه تازه مزه کلمه گندیده بدن؟ برام روشن نیست. خیر برادر جون، نمیشه خوردش، مزه بدی داره، نمیدونم این دیگه چنو غذاییه. هی آقای محترم، گوش کن ببینم، آیا واقعا همه مردم شهر شما کلمو به این صورت میخورن؟ این چه وضعیه؟ واقعا تعجب آوره. سپس رو به دوست خارجی خودش کرد و به زبان فرانسه شروع به صحبت نمود.
از تمام نطق و به زبان خارجی ما فقط کلمه کشون رو به خاطر سپردیم، زیرا این کلمه خیلی تکرار شد. در همین موقع بود که از بین برش یک عدد سوسک بیرون کشید. با عصبانیت پیش خدمت رو صدا زده گفت: احمق، من برش با گوش سفارش داده بودم، نه با سوسک. پیش خدمت فوراً در جواب گفت: قربان، من که سوسک داخل برش شما ننداختم، خودش افتاده. ولی شما ناراحت نشید، سوسک گاز نمیگیره قربان. که بعد از اون که جوجه نیز صرف شد و نهار به آخر رسید، اون یه ورق کاغذ و یه مداد خواست و بعد شروع به ترسیم چند دایره و نوشتن اعداد نمود. شخص خارجی با نوشتهای دوستش موافق نبود و با تکان دادن سر عدم توافق خودش رو با عقیده دوستش ظاهر میکرد. کاغذی که با چند عدد دایره و مقداری اعداد سیاه شده تا کنون هم نزد صاحب مهمونخونه محفوظه. صاحب مهمونخونه چندین بار این کاغذ رو به بازرس فرهنگ استان نشون داده، ولی اون مرتبا سرش رو تکون داده و گفته که ما چیزی سر در نمیاریم، کاغذ مرموزیه. در موقع تصفیه حساب، اون یعنی همون شخصی که نشان مروارید به سینه داشت، یه اسکناس 5 روبلی نو از کیفش درآورد و به صاحب مهمانخانه داد. حالا این اسکناس اصل بود یا تقلبی کسی اطلاعی نداره، زیرا در اون موقع به عقل کسی نرسید که دقت لازم رو بکنه. در موقع خروج شخص ناشناس رو به پیشخدمت کرد و پرسید: فردا صبح ساعت چند در مهمانخونه رو باز میکنید؟ درست موقع طلوع آفتاب قربان. بسیار خوب جانم، بسیار خوب. ما فردا صبح راست ساعت 5 برای صرف چای میایم اینجا. لطفاً صبحونه ما رو آماده کن که معطل نشیم. در ضمن خواهش میکنم که صبحونه بدون مگس باشه. چشم آقا، حتما امرتون اطاعت میشه. ممنونم، تو آدم با ادبی هستی. سپس لبخند مرموزی بر لباش نقش بست و از پیش خدمت که هنوز دم در ایستاده بود پرسید: راستی جانم، میدونی فردا صبح چه اتفاقی میفته؟ اگه بدونی به تو جایزه میدم. خیر حضرت عجل، هیچ اطلاعی ندارم. فردا صبح اتفاقی میفته که باعث تعجب و وحشت همه شما میشه. سپس بعد از گفتن این جمله تهدیدآمیز، مرد غریبه خنده‌ای کرد. چند جمله با دوستش به زبان فرانسه صحبت کرد و سپس هر دو از مهمانخانه خارج شدند. آن دو مرد غریبه به علت نبودن جایی مناسب برای خواب در اون شهر، شب رو در پانسیون آقای لاپکین گذروندند. البته از این که آن دو ناشناس شب رو در پانسیون لاپکین به صبح رسوندن، تقصیر متوجه اون نبوده و هرگز هم نمیشه لاپکین رو با اونها همدست دونست. حالا بیچاره لاپکین بدبخت شب و روز گریه میکنه و منتظره که مقامات انتظامی برای ادای توضیحات و توقیف به سراغش بیان. البته اهالی شهر که به وضع او کاملا واقف هستند، حاضرن هر موقع که لازم باشه به نفع او شهادت لازم رو بدن. خلاصه روز بعد درست سر ساعت 5 صبح دو نفر غریبه وارد مهمانخانه شدند. این بار اونها با کیف و کتاب و قوطیایی که اشکال عجیب و غریبی داشتن همراه بودند. در حرکات و رفتار و صحبتاشون ناراحتی و عجله به صورت وضوح مشاهده می شد. شخص خارجی شروع به صحبت کرد و گفت: از سمت شما ابرهای زخمی به این طرف میان، می ترسم اسباب زحمت ما رو فراهم کنن. بعد از اینکه صبحونه رو صرف کردن، صاحب مهمانخانه رو احضار کردن و بهش دستور دادن که یک عدد میز و 2 صندلی در میدان جلوی مهمانخانه بگذاره. صاحب مهمانخانه که آدم بی سوادی بود احساس خطر کرد، ولی به ناچار دستور اونها را عملی کرد. دو نفر ناشناس اشیا و لوازم خودشون رو برداشتن و از مهمانخانه خارج شدن و روی صندلی ها نشستند. اونها با خونسردی و خیال راحت در وسط میدان و در میان آبرین و جمعیتی که برای تماشای اونها گرد آمده بودند، در پشت میز قرار گرفتند. در حالی که مرتباً با همدیگه صحبت میکردن، از کیفای خودشون مقداری کاغذ، چند عدد نقشه و شیشه‌های سیاه رنگ و لوله‌هایی درآوردند و روی میز گذاشتند. موقعی که صاحب مهمانخانه ترسان و لرزان آهسته به اونها نزدیک شد، شخصی که در روی سینه‌اش نشان مرواری داشت با دست اون رو به کناری زد و گفت: بوزلیم آقاف، بارو پیکارت، کی به تو اجازه داد که به کاری که بهت مربوط نیست دخالت کنی؟ بعد نگاهی به ساعت خودش کرد و چند کلمه نامفهوم با شخص خارجی صحبت کرد و به عجله شیشه سیاه رنگ رو برداشت و به تماشای خورشید پرداخت. شخص خارجی هم یکی از لوله‌ها رو برداشت و به نوبه خود شروع به تماشای خورشید کرد. بعد از گذشت مدت کوتاهی از این واقعه، بدبختی عظیمی که تا اون لحظه نظیرش دیده نشده بود روی داد. همه به تدریج مشاهده کردند که زمین و آسمون داره تاریک میشه.
موقعی که شخص خارجی لوله رو بر روی زمین گذاشت و به عجله در دفترچه خودش یادداشت کرد، از بین جمعیت صدای دلخراشی به گوش رسید که فریاد میزد: آقایون، آفتاب داره سیاه میشه! همه فوراً سرشون رو بلند کردن و مشاهده کردن که شیء شبیه به ماهی تابه به روی خورشید میخزه و اون رو از زمین جدا میکنه. موقعی که اهالی شهر متوجه شدن که بیش از نصف خورشید رو سیاهی گرفته، دیگه هیچ کاری نمیشد کرد. اشخاص ناشناس هم مشغول ادامه کارهای مرموز و خطرناک خودشون بودن. مردم شهر طاقت نیاوردن و فوراً به سرکار بلاسوف، پاسبان مأمور پاس میدان، مراجعه کردن و تقاضای کمک نمودند. سرکار، چرا شما توجهی به این بی‌نظمی نداری؟ چرا مانع عملیات خطرناک این دو نفر نمیشین؟ پاسبان با خونسردی جواب داد: آقایان، من تقصیر ندارم. طبق دستور خورشید جزء محل مأموریت و حوزه مسئولیت من نیست. در نتیجه عدم توجه و بی‌علاقگی مسئولین انتظامات، بالاخره خیلی زود تمام خورشید از انظار ناپدید شد. شب فرا رسید. از اینکه روز چطور شد و به کجا رفت هیچ کس نمیدونست و نمیتونست اطلاعی بده. در آسمون ستاره‌ها شروع به چشمک زدن کردند. در نتیجه نابودی روز و فرار رسیدن بی‌موقعی شب، در آن شهر کوچک اتفاقات زیادی روی داد. همه اهالی شهر به شدت ترسیده و به وحشت افتاده بودند و چون چاره‌ای براشون باقی نمونده بود، در میدان شهر شروع به دویدن کردند و بدون ملاحظه به همدیگه تنه می‌زدند و افتادگان رو لگدمال می‌کردند و مرتباً فریاد می‌زدند: پاسبان، پاسبان. گاوها و اسبها دمهاشون رو سیخ کرده بودند و با نعره و سر و صدای دیوانه‌وار در تمام شهر می‌دویدند و به وحشت اهالی می‌افزودند. سگ‌ها زوزه می‌کشیدند. سازها در اتاق‌های مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها به تصور اینکه شب فرا رسیده از سوراخ‌های خود بیرون آمدند و با بی‌رحمی شروع به گاز گرفتن مسافرین بدبخت کردند. کشیش شهر که خیارهای تازه را از بوستان خودش چیده و برای فروش به شهر هم می‌کرد، از شدت ترس و وحشت از گاری به بیرون پرید و در زیر پل مخفی شد. اسب زبان بسته، وحشت زده و دیوانه‌وار وارد خانه شخص دیگری شد. گاری هم به علت برخورد شدید با دیوار برگشت و خیارها نصیب خوک‌های خانه شد. آقای لیسوف، رئیس یکی از ادارات، با زیر پیراهن و زیر شلوار دیوانوار از خانه بیرون پرید و داخل جمعیت شد و مرتباً فریاد می‌زد و نعره می‌کشید: ای مردم، دنیا آخر شده. هر کسی که می‌تونه خودش نجات بده، ای مردم کمک کنید. خیلی از مردم اعیان شهر که در این موقع هنوز خواب بودن، از سر و صدای اهالی شهر بیدار شدند و پا برهنه داخل جمعیت شدند. البته این روز باید گفت که در شهر ما فقط یه عده معدودی نترسیدن و روحیه خودشون رو نباختن و اونها مأمورین آتش نشانی بودن که در اون موقع در خواب سنگینی فرو رفته و از وقایعی که در شهر روی میداد کوچکترین اطلاعی نداشتن و همه این موضوع رو تصدیق میکنن. تمام این وقایع وحشتناک در صبح هفتم ماه اوت روی داد. دو نفر ناشناس خطرناک به این وسیله باعث ترس و ایجاد هرج و مرج بی سابقه در شهر شده بودند، با خونسردی اوراق و لوازم خودشون رو در کیف‌ها و جعبه‌ها جای دادند و موقعی که سایه مخوف کاملا از روی آفتاب دور شد و خورشید به شکل اولش در اومد و روز مجدداً قدرت قانونی خود رو به دست آورد، سوار کالسکه خود شدند و معلوم نشد که به کجا رفتن. حالا اونها کی بودن؟ هیچ کس تا این تاریخ از اونها اطلاعی نداره. فقط میتونن نشونی اونها رو بدن. شخصی که سنجاق مروارید نشان به سینه داشت، دارای قدی متوسط، صورتی صاف و تمیز، چانه‌ای معمولی و در پیشانیش چند خط مشاهده می‌شد. آن شخص خارجی هم دارای قدی متوسط، اندامی نسبتاً چاق و از دور شباهتی به مالک معروف شهر، یعنی آقای گاراسوویچ داشت. چشماش نزدیک بین بود و به همین علت عینکی هم به چشم داشت. بعد از اون ماجرا، ماموران زیادی به شهر اومدن تا در مورد اونها تحقیقات کنن. مردم شهر هنوز هم وحشت زده بودند. هیچ کس نمیدونست که آنها به چه مقصودی وارد شهر شدند و برای چه اون کارو انجام دادند. در اون زمان چون امپراتوری روسیه رابطه خوبی با اتریش نداشت، مردم این ماجرا رو به جاسوسان اتریشی نسبت میدادند و همه فکر میکردن که آن دو از طرف دولت اتریش به شهر ما اومده بودند تا مقاصد خودشون رو عملی کنند. با این حال این شک باقی موند که اون دو نفر کی بودند، از کجا آمدند و به کجا رفتند. شما فکر نمی کنید که اونها جاسوسای خطرناک اتریشی بودند؟